کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید حملات سنگین ارتش سوریه مانع کمک رسانی به غیر نظامیان محاصره شده شهر حمص است، در حالی که مخالفان مسلح با آتش بس برای کمک رسانی توافق کردند. روز جمعه سازمان ملل متحد اعلام کرد بیش از 1.5 میلیون نفر در سوریه نیازمند کمک‌های انسان دوستانه هستند، در حالی که ارتش سوریه با هلیکوپترهای جنگنده و تانک به مناطق مسکونی شهر درعا و حمص حمله کرده، مخالفان بر شدت حملات خود بر نیروهای نظامی سوریه افزودند. در همین حال زن حضور نیروهای القاعده در میان مخالفان و دسترسی به سلاح‌های پیشرفته نگرانی جدید در کشور سوریه است. با وجود مذاکرات در حاشیه نشست گروه 20 در مکزیک، عدم توافق بین کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل تلاش‌های بین‌المللی را با بنبست مواجه کرده است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه سوریه میگوید بعضی‌ها و به خصوص غرب می‌خواهند تصمیماتی که به نظر خودشان مفید است به سوری‌ها تحمیل کنند. این نظرات محصول دیالوگ درون کشور سوریه نیست. ما اساساً چنین راه‌حل‌هایی را رد می‌کنیم و در آن شرکت نخواهیم کرد. حضور بیش از 300 ناظر سازمان ملل تنها بخشی از تلاش‌های بین‌المللی برای جلوگیری از تشدید خشونت‌ها و پرهیز از جنگ داخلی در سوریه است.